واشنگتن پست 23 اکتبر 2011 اول آبان 90. ایرانیان مقیم آمریکا ایالات متحده را به حفاظت از تبعیدیان ایرانی در عراق فرا می‌خوانند. واشنگتن پست 23 اکتبر. ایرانیان مقیم آمریکا روز شنبه در مقابل کاخ سفید تظاهرات کردند و دولت اوباما را به خارج کردن مجاهدین خلق ایران از لیست وزارت خارجه فرا خواندند. معترضین گفتند این نامگذاری به دولت عراق بهانه‌ای برای اذیت و آزار ساکنان اشرف می‌دهد. کمپ اشرف از نیمه سالهای 1980 در 40 کیلومتری شمال بغداد قرار داشته و بیشتر شبیه به یک شهر کوچک است. حامیان مجاهدین از منطقه واشنگتن و سراسر آمریکا گفتند نیروهای عراقی اجازه ورود دارو به مجتمع اشرف را نمی‌دهند و از ژوئیه 2009 مرداد 1388 تا کنون به دو حمله علیه ساکنان غیر مسلح دست زده و 47 تن را کشته و صدها تن را مجروح کردند. معترضان همراه با تامریج وزیر پیشین امنیت داخلی گفتند اتهامات اخیر در مورد توطئه رژیم ایران برای ترور سفیر سعودی در واشنگتن نشان می‌دهد که دولت اوباما باید مشی سخت‌تری در قبال این رژیم اتخاذ کند. تامریج در میان تشویق جمعیت اعلام کرد شما نمی‌توانید با رژیم ایران مذاکره کنید. ریج وزیر امنیت داخلی گفت او روزانه لیستی از تهدیدات تروریستی دریافت می‌کرد. او خطاب به جمعیت گفت من هیچگاه تهدیدی از جانب افراد کمپ اشرف علیه مردم آمریکا مشاهده نکردم. تظاهرات اعتراضی مشابهی در ماه اوت در مقابل وزارت خارجه هزاران تن را به خود جلب کرد. معترضین روز شنبه در خیابان پنسیلوانیا در عین نگاه‌های کنجکاوانه توریست‌ها پرچم‌های زرد را برافراشته و می‌گفتند مجاهدین خلق را از لیست خارج کنید و از اشرف حفاظت کنید. این تظاهرات توسط متخصصان و محققان ایرانی مقیم آمریکا ترتیب داده شد. رهبران این تظاهرات گفتند آمریکا باید با نیروهای خودش از اشرف حفاظت کند یا از نیروهای امنیتی سازمان ملل بخواهد که تا زمان انتقال تبعیدیان از آنها حفاظت کند. فرماندار رندل در سخنرانی خود در این تظاهرات گفت ما قول دادیم از این افراد حفاظت کنیم. خبرگزاری فرانسه 22 اکتبر 2011 3 مهر 1390 نظار کنندگان از اوباما خواستند اشرف را حفاظت کنیم، مجاهدین را از لیست خارج کنیم. واشنگتن 22 اکتبر. نظار کنندگان روز شنبه در مقابل کاخ سفید خواهان برداشتن مهلت برای کمپ اشرف در عراق شدند. آنها که کلاه‌های زرد رنگ بر سر و پرچم در دست داشتند خواهان حفاظت برای کمپ اشرف شدند. تظاهر کنندگان همچنین از پرزیدنت باراک اوباما خواستند آنها را از لیست آمریکا خارج کنند. مریم رجوی رهبر جنبش طی پیامی از پاریس اعلام کرد آمریکا با اصرار نامشروع به ادامه ثبت نام مجاهدین در این لیست راه تغییر در ایران را بسته و راه کشتار در اشرف را باز کرده است. به یفتود من از آمریکا، سازمان ملل، همه دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهم با ضرب العجل مستبدانه مالکی مخالفت کنند و یک اکیپ نظارت سازمان ملل را در اولین فرصت در اشرف مستقر کنند. تامریج وزیر سابق امنیت داخلی آمریکا در سخنرانی خود در این تظاهرات با فراخوان به خارج کردن مجاهدین از لیست اعلام کرد اکنون زمان واکنش نشان دادن است، وگرنه ما ناخواسته مسئول نتایج آن خواهیم بود. آسوشیتد پرس 22 اکتبر 2011
سیوم مهر 1390. تظاهر کنندگان در گرد همایی مقابل کاخ سفید خواهان حذف مجاهدین از لیست می شوند. واشنگتن. تظاهر کنندگان در گرد همایی آزادی خواهانه خود در مقابل کاخ سفید خواهان حذف گروه اپوزیسیون ایرانی مجاهدین خلق از لیست آمریکا شدند و تومار امضاهای حمایت کنندگان را رو به اوباما بالای سر گرفتند. نانتون بی توتو دختر اسقف سیزمون توتو در مقابل کاخ سفید برای تظاهر کنندگان سخنرانی کرد. کامریج و ادرندل فرمانداران سابق پنسیلوانیا نیز در میان کسانی هستند که از رئیس جمهور باراک اوباما می‌خواهند تا دست به اقدام بزند. لیج یک جمهوری خواه است که به عنوان اولین وزیر امنیت کشور آمریکا خدمت کرده است. رندل یک دموکرات است که در انتخابات به اوباما کمک کرد. هر دو نفر روز شنبه در حمایت از مجاهدین خلق صحبت کردند. سال گذشته یک دادگاه آمریکا به وزارت خارجه دستور داد این لیست گذاری را مورد بازبینی قرار دهد. آسوشیتد پرس تصاویر متعددی از تظاهرات ایرانیان مخابره کرده است.